سلام دوستان. سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. در یه روز تعطیلی، یعنی شنبه، اومدیم به پارک مکزیکو که خیلی پارک جالب و هیجان انگیزیه، خیلی زندگی جریان داره و یه روز تعطیلی که بچه‌ها مدرسه نمیرن، پدر مادرها سر کار ندارن و پت‌ها با خانواده‌شون هستن، این شکل می‌گذره. بریم با هم دیگه بگردیم. بریم و قسمت‌های مختلف پارک رو بهتون نشون بدیم و ببینیم امروز که مکزیکی‌ها یه روز تعطیلی رو چطوری می‌گذرونن. این طرف کلی بچه در حال اسکیت بازی کردن و تو بازی کردن. اونم بریم این طرف رو ببینیم. من یه اخلاقی دارم، یعنی بدونم یکی تو اتاقه، بعد برم تو اتاق مثلا یهو عجلم در بیاد میترسم، ترین حد مثلا یهوی مثلا خولی میشه. حالا اینجا از بغل هر کی یه سگ پارس میکنه، من یه اینجوری میشم. بریم بین مردم بچرخیم. این فضای بچه ها رو جدا کردن که خیلی قاطی مثلا بزرگترا نباشن. برای این گوشه کنار میبینی که یک سری مربی هستن که مثلا مخصوص آموزش اسکیتن و گاهن بچه ها رو میسپرن به مربی ها و خودشون میرن اون سمت. بیاین بریم. بله، کلاس رقص سالسا چه شروع. آقا اینا که توی شبای تعطیلی اینجوری میرقصن، روزای تعطیلی اینجا مشغول آموزشن. خیلی قشنگه. اینجا هر هفته روزای تعطیل میان برای تمرین رقص، حالا یا سالسا یا سامبا، انواع رقص. خیلی عجنگی. بخوای شروع کنن؟ اون که شلوار سبزار مربیه. استاد آموزش رو داد و الان بقیه میرن در سراغ تمرین. این یکی از سخت‌ترین حرکات و قشنگ‌ترین حرکات توی رقصه. او مای گاد. میخوام که زودترین آموزش رقص رو شروع کنیم. بچه ها یه نکته که اینجا هست، اینجا هر مربی شاگرد خودشو داره و در فضای باز اجرا میشه. این مربی تمام این مسیر رو ساپورت میکنه. نه این مربی فرق میکنه. این مشکی است که تیشرتش زرد داره. این رقص برای افرادی که در سایزهای چاقلاق هستن هیچ ممنوعیتی نداره. میبینید اونایی که توپل و کپلن آنچنان بدنهاش رو خوشحالت میچرخونن آدم میمونه. خیلی هم مدل مختلفی داره. مثلا این همشرکت من ندیده بودم.
یه قسمت خیلی جذاب دیگه کار با این حلقه هاست. اینا هم در واقع یه جوری کلاسه و در این روز میان مربی بهشون حرکات دنس با این حلقه ها رو آموزش میده و خیلی خیلی خودش حرفه‌ایه، خیلی پرفکته. حالا نمیدونم فرصت میشه ازش فیلم بگیریم؟ داره یه سری حرکات میزنه. استاد راضی بود از کار شما. بعد از اون قسمتی که مربوط به رقص بود، این سمت پارک مربوط به پت هاست. اصولا کسایی که پت هاشون رو میخوان واگذار کنن یا براشون حمایت بگیرن میارن اینجا، اسم پت هاشون رو مینویسن و یه پلاکاردی گردن پت هاشون میندازن که منو آداپت کنید لطفا. مثل اینا، مثلا این خانم یه قلک گذاشته برای حمایت از حیوانش. چطوری؟ قسم این دوربینه، دوربین منه. چقدر نرمی تو. خیلی قشنگه. اینم زده آداپت. آداپت می. موتو. اینجا هم که کلی اسباب بازی برای پت، از کمربند و استخون و جایزه و همه چی دارن، پلاک و یه کسایی هم مثل این خانم که یه حیوانی رو پیدا کردن و میخوان ازش حمایت کنن، میان اینجا یه پلاکارد میزنن، یه قلک هم میذارن و اشخاصی که دوست دارن ازش حمایت کنن میتونن پول بدن و در نگهداری اون حیوان سهیم باشن. کار خیلی قشنگیه به نظرم. پلاکاردشون هست و کسایی هم که هم بخوان میتونن از این حیوانا آداپت کنن. لباس هم تنشون کردن. یه قسمت دیگه که خیلی تو این پارک جالبه این محیط فنس کشیده شده است که تا اون قسمت فنس کشیدن و مخصوص سگاست. شما میتونید بیاید اینجا قلاده سگتو باز کنی، سگت بازی کنه، انرژیش رو تخلیه کنه و بعد برگردی خونه. حالا اینجا یه نکته خیلی جالبی هست. اینجا یه فنسه، خب اونورم یه فنس دیگه. تفاوتش چیه؟ سگایی که بالای 10 کیلوان باید بیان اینجا، سگای بزرگ، و سگایی که زیر 10 کیلوان و کوچولو هستن باید برن اون ور فنس که سگای بزرگ بهشون آسیب نزنن. حالا بریم اون ورم بهتون نشون بدم. دقیقاً اینجا محل ورودی دو قسمت میشه. سمت راست سگای بزرگه و سمت چپ سگای کوچولو.
نما کنید اینا کل سگای کوچولو این برن. از اونجایی که امروز خیلی ها پتاشونو میارن پارک، یه دونه حالت حمام آرایشگاه سیارم برای سگا زدن. شما میتونید بیایید اینجا، سگتو بیار اینجا، هم آرایشگاه بره هم بشورن. الان اون خانمم داره یه گلدن رتریور رو میشوره، با سشوار داره خوشکش میکنه. خیلی باحاله. بله، سگای دیگه هم که توی نوبتن. چه حالی میکنه ها. والا منم بودم خیلی بهم خوش میگذشت. اوکی، بریم اون ور. یه موسیقی خیابانی هم بچه ها اینجا دارن میزنن و میرقصن، ببینیم چه خبره. دو طرف خیابون منتهی به پارکم هر دو طرف کافه و رستورانه و خب ادهی بعد از تفریح و خوشگذرونی برای خوردن غذا و درینک و اینا این سمت میان. الان که این ویدیو رو ضبط میکنیم تقریبا نزدیک به دو سه هفته است که ما در مکزیکو سیتی هستیم. تجربه همین تعداد روز برای ما این بوده که مردم همون ساده زندگی کردن و راحت زندگی میکنن، یعنی خوشگذرونی، برای پارک اومدن، اونجا که دوست داره لباس بپوشن، پتش نوبخ، یه زندگی ساده معمولی. و متاسفانه ذهن ما ناخودآگاه به خاطر سالهای زیادی که در ایران زندگی کردیم همش قیاس میکنه که مگر این لذت‌ها چی هست، مگر این تفریح‌ها چه چیز خاصی هست که مردم کشور ما نمیتونن داشته باشن. و یه چیزی که منو از ویدیو حذف کرد این بودش که در وسط این پارک بودیم و حال خوب مردم رو تماشا میکردیم و تو اون رقصا و حسای خوب، دوستی از ایران ماما تماس گرفت، دوست سمی نزدیک من هستش، و گفت که پیجش با 500 تا فالوور که هم خانوادگی و فامیلی بوده به خاطر چند تا استوری که همه گذاشتن تو این مدت با شرایطی که سال گذشته بود و اتفاقاتی که افتاده بود، به جای اعتراضی، چیزی که مردم از حق زندگی کردن میخواستن، چیزی که همین ساده پارک اومدن، ساده رقصیدن، ساده خندیدن، ساده شاد بودن، دغدغه نداشتن، نگاه چهره ها میکنی مردم هیچ اون تنشی که توی چهره های آدم هایی که توی کشورهای مثل کشور ما هست که همش رو انقباضن نیست، خیالن آرام. این آدم، این دوست من به خاطر با 500 تا فالوور و گذاشتن 4 تا استوری حکم جلبش رو گرفتن و متاسفانه نه پرونده تشکیله، همه چیز خیلی سیکرت، سند خونه گرو گذاشتن برای 4 تا استوری برای پیجی که فقط خانوادگی بوده و اصلا نمیدونه چه آینده‌ای در انتظارشه. براش این حکم رو بریدن که تو علیه چی میگن، یه اصطلاحات درست میکنن چی و با همین چند تا دونه استوری زندگی این آدم مختل کردن و میتونه منجر به یه اتفاق خیلی خطرناک بشه. هر چیزی میتونه براش، همینو براش زندان ببرن، میتونن هزار تا داستان براش درست کنن. آخه این که واقعا زندگی کردن این حق مردم نیست واقعا. و
همه زندگی روی سر من خراب شد و ناراحت کننده است که واقعا مردم کشور ما از اعتراضات سال پیش زیادی نمیخواستن. یه زندگی ساده معمولی، همینی که امروز دیدید که یه کشوری که جزء کشور جهان سوم حساب میشه. اگه اینا سومن ما چندمیم؟ 300مییم؟ 800مییم؟ از ته اولیم؟ واقعا جای تاسفه، واقعا جای تاسفه. امیدوارم که همه مردم دنیا طعم آزادی رو بچشن، چرا که آزادی شیرین ترین طعمیه و حق هر انسانیه که زنده است و زندگی میکنه که شاد باشه، لذت ببره از لحظاتش، بتونه لذت ببره. و چیزی که متاسفانه از مردم کشور بودم، مرسی که این ویدیو رو با ما همراه بودید، به امید اینکه همه مردم بتونن زندگی دلخواه شادشون رو داشته باشن. ممنونم ازتون دوستان، خدافظی میکنم تا ویدیو بعدی. مرسی از همراهیتون.